اجاسپنده بعدی که میخوایم راجع به صحبت بکنیم و and ساتوریشن بذارید من یک رندر دیگه بیارم خب این محیط مکس کار و اینم رندر نهایی کاره. من رندر رو میارم به کمک اجاسمنت و ساتوریشن ما میتونیم رنگ ها رو عوض بکنیم شدت رنگ‌ها رو یعنی پررنگی و کمرنگی رو تغییر بدیم و همچنین روشنایی و تیرگی اون رنگ رو هم مشخص کنیم توسط هیو ما میتونیم رنگ محدودی که سلکت شده باشه یا تمامی صحنه رو تغییر بدیم به عنوان مثال وقتی من الان بذارید من اینجا بیارم هیو رو که تغییر میدم دقت بکنید رنگ صحنه همه جاش داره تغییر میکنه یعنی شما بدونید که نیاز داشته باشید رندر مجدد بگیرید و یا اصلاح خاصی رو مد نظرتون باشه میتونید خیلی سریع به کمک این اجاسمنت بدید مثلا رنگ مو رو عوض بکنید رنگ چشم رو عوض بکنید یا متریال کامپوزیت اگه داشته نمای شما رنگ آشپزخونه اون کابینت هایی که دارید یا هر چیز دیگه رو راحت میتونید تغییر بدید قطعا میدونید اگر من از ماسک استفاده کنم دقیقا بخش خاصی از صحنه فقط رنگش عوض میشه و مابقی صحنه نمیشه که کار کردن با این ماسکا به عهده خودتونه و تمرینی که انجام میخواهید بدید خب پس با هیو ما میتونیم از چرخه رنگ استفاده بکنیم و از منفی 180 تا مثبت 180 رنگ هامون رو انتخاب کنیم و تغییر بدیم خب رنگمون رو ما تغییر دادیم مثلا فرزن این رنگ به کمک saturation ما میتونیم قلزت رنگ ها رو مشخص بکنیم که کم بشه تصویر سیاه سفید و خاکستری میشه و وقتی تا ته افزایش داده بشه فوق العاده سچوریتش بالا میره و بیش از حد پر رنگ میشه این saturation قدرتش بیشتر از سچوریشنی هستش که ما قبلا بهتون معرفی کردیم ببینید من اگر وایبرانس رو بیارم این سچوریشن رو من افزایش بدم ببینید ماکسیمومترین حالتش تا اینجاست و دیگه اوور نمیشه وایبرانس هم که حتی محدودتره. اما اما سچوریشنی که ما اینجا داریم قدرتمندتر عمل میکنه و خیلی کم پیش میاد که نیاز باشه بخوایم از این سچورشن ما استفاده کنیم به هر حال وقتی هیو رو ما اینجا داریم بعضی وقتا مجبور هستیم و نیاز پیدا می که شدت اون رنگ رو کم کنیم به عنوان مثال الان خیلی حالت کارتونی ممکنه پیدا کرده باشه و خیلی پر رنگ باشه به خاطر این من رنگ رو مشخص می‌کنم رنگ مشخص شد اگر شدتش زیاده میام اینطوری کمترش می تا کنترل شده باشه بیش از حد اینطوری نباشه بنابراین سچوریشن قبلا باهاش آشنا لایت لایتنس روشنایی های اون رنگ رو مشخص میکنه ببینید من افزایش میدم افزایش میدم و یا کاهش میدم کاهش میدم این لایت یعنی نوره یعنی من تا ته زیاد بکنم تماما سفیده و وقتی اون رو تا ته کم میکنم تماما مشکی هستش نور هست و از این هم نسبتاً کم استفاده میشه ولی خب بعضی وقتا هم راهگشا است و وقتی شما هیو رو باز می‌کنید، سریع رنگتون رو مشخص می‌کنید، این ابزارها رو این نزدیک قرار داده شرکت ادوبی که خیلی راحتتر بتونید کنترل بکنید این فرق میکنه با برایتنس ببینید برایتنس من تا ته می‌کنم روشنایی ها رو داره افزایش میده داره براقی ها رو افزایش میده و نه نور صحنه رو و اون رنگ رو ببینید من دلیت میکنم در حالی که این لایتنسه نه برایتنس نور اون براقیه خیلی خب کالورایز uh, که بزنم کل صحنه اون تم رنگی رو میگیره نه صرفا خاصی یا رنگ خاصی کل صحنه الان خود چه اینجا من خیلی جا سفید دارم خیلی ملموس نیست ولی شما میتونید روی هر عکسی که خیلی سریع به دستتون میرسه دانلودش بکنید سریع ببینید چه تاثیر رو میذاره به صورت یک پارچه کل صحنه رو میدون تاثیر رو میذاره که باز ما میتونیم به کمک سچوریشن و لایتنس تغییرات مورد نظرمون رو روی اون اعمال بکنیم من روی ست میکنم اما تمام این تغییرات روی مستر انجام میگرفت یعنی تمامی کانال های رد گرین بلو و یلو مجنتا و سایان اینجا ما همه کانال ها رو داریم اگر من میخوام بجه اینکه که روی تمامی صحنه این تغییرات اعمال بشه دقت بکنید این پرده و اینجا و اینجا همگی با هم دارن تغییر میکنن چه روی مستر اینجا ولی من میتونم مشخص بکنم صرفا میگم فقط مناطقی که قرمز هستن طیف رد به کار رفته تغییر کنه و نه همه جا یعنی اینجا باید ثابت باشه هرچند یک کوچولو اینجا رد هم میتونیم داشته باشیم و اینجا به حال اینجا خیلی شدتش خیلی بیشتره اگه من تغییر بدم صحنه همه جاش تغییر نمیکنه و فقط مناطقی که رد دارن دچار این تغییر دارن میشن که به تب باز ما داریم و لایتنس like هم داریم به عنوان مثال اینجا اگر ما یلو داشته باشیم میتونیم یلو رو بیاریم و دیگه رد ها تغییر نمیکنن کنن هرچند رد ها یه طیف کوچیکی از یلو ها را شامل میشن اینجا نمودارش هست خیلی نزدیک به هم هستن خب من اگه تغییر بدم دقت بکنید اینجا و اینجا دوچار تغییر شدن ولی این قرمز ها نه یعنی بعض وقتا پیش میادش که توی صحنه شما تم قرمز خیلی زیاده خیلی صحنتون به قرمزی میزنه یا به مثلا سبز میزنه به زرد میزنه خب اینجوری میتونید اون طیف رنگی رو مشخص بکنید و مقدار اون رو کاهش بدید تا از اون حالت خارج بشه انشالله قطعا توی دوره پیشرفته پست پروداکشن تو معماری راجع به اینا مثال های خیلی زیادی میزنیم و کاملا اونها رو بر شما جا مینازیم مجدد باز پریست های آماده داره و به کمک این دستم که میتونی رنگ خاصی رو مشخص بکنی و اون طیف رنگ رو بخوای تغییر بدیم که با گرفتن آلت میزان اون کمتر میشه و با کنترل ما میتونیم روی هیو بریم با آلت میتونیم روی سچوریشنش کار بکنیم که خب چیز خاصی نیستش وقتی شما میتونید از همینجا تغییرات رو اعمال بکنید دیگه نیاز نمیشه از شورتی ها بخواید استفاده بکنید ابزار یا به قول معروف همون اجاسمند فوق العاده قدرتمندی بسیار پر کار برده توی دوره های مثال‌های خیلی زیادتری میزنیم تا قشنگ جا بنازیم دقیقه میگیم این نوارها چی کار میکنن و غیره